درود بر همیهنان عزیز، امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت با خلاصه اخبار آواتودی در خدمت شما هستم. در ونزوئلا پس از رد شدن دو خودروی زرهی از روی تظاهرکنندگان، بقیه خودروهای ضد شورش به مردم پیوستند. گروه‌های مسلح هوادار دولت وفاق لیبی برای دریافت تسلیحات به تهران رفتند. تعداد زیادی از سناتورهای آمریکا با جنبش دموکراتیک مردم ونزوئلا اعلام همبستگی کردند. همچنین پرزیدنت ترامپ اعلام کرد به طور نزدیک در حال مشاهده وضعیت ونزوئلا هستند. مایک پومپئو اعلام کرد مادورو صبح امروز آماده بود از سمت خود کناره‌گیری کند، اما روسیه او را متقاعد کرد در پستش بماند. حرکت دو ناو هواپیمابر ایالات متحده به سمت ونزوئلا با هدف جلوگیری از دخالت روسیه در سقوط نیکولاس مادورو. بانک دی به علت زیان چند هزار میلیارد تومانی ورشکست شد. تجمع اعتراضی روز کارگر در نقاط مختلف برگزار شد، از جمله مقابل مجلس با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد. بسیاری ضرب و شتم و حدود 20 تن بازداشت شدند. تا اینجا 22 هزار میلیارد تومان برای ساخت فاز اول ایرانمال و مسجد لوکس آن هزینه شده است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده اعلام کرد اولین عملیات نظامی را با هواپیماهای F-35 لایتنینگ 2 در یکی از کشورهای عربی انجام داده است. هجوم مردم در شهرهای مختلف به پمپ بنزین‌ها در پی خبر سهمیه بندی و گرانی بنزین. ورود دو گردان از شبه نظامیان جنبش نجبای هشت و شبی از پایگاه اشنویه به عمق 5 کیلومتری خاک اقلیم کردستان عراق. تانکر حامل نفت جمهوری اسلامی در دریای سرخ سوراخ شده و نفت در حال نشب دریاست. هیچ مشتری حاضر به خرید نیست و مجبورند آن را مجانی ببخشند.